زمانی که ما میخوایم یک سکانس رو تدوین بکنیم، باید تصاویری که میخوایم کنار هم بذاریم اندازه یکی داشته باشن، یا حداقل توی بیشتر مواقع اندازه یکی داشته باشن. به دلیل اینکه فرض کنیم ما اینجا یک کلیپ داریم که 720 در 576 اندازش، شما اگر یک کلیپ رو انتخاب بکنید کامند 9 رو بزنید، چه توی تایملاین چه توی خود پنجره براوزر، این قسمت که مشخصات کلیپ هست رو برای شما باز میکنه و اندازه شما رو توی فریم سایز میزنه. یا میتونید شما از اینجا بیایید و فریم سایز رو ببینید. همونطور که شما اینجا دیدید اندازه این تصاویر 720x576 که استاندارد پال هستند بود. و سکانس من اگه من میخوام تنظیماتش رو ببینم، میتونم بیام روی سیکونس سیتینگ یا کامند 0 رو بزنم. و همونطور که شما اینجا میبینید باز اندازه من 720x576. خب طبیعتا اگر من الان این فایل 2K که خیلی بزرگه و به اندازه یک فریم 2K سینمایی هست رو وارد تایملاینم بکنم، چه اتفاقی میفته؟ این فایل الان 2048 در 1556. فایل بعدی 960 در 720 که باز هم خیلی بزرگتر از پاله، و فایل آخر 320 در 240 که از پال خیلی کوچیکتره، در واقع به اندازه یک ویدیو سی دیه. خب چطور شد که همه این سه تا فایل که یکیشون کوچیکتر در واقع یک چهارم اندازه قاب ما بود و دو تا دیگه بزرگتر بودن الان اندازه قاب ما، چجوری این اتفاق میفته و شما دیگه نیاز به کوچیکتر و بزرگتر کردن کار در واقع این کلیپ ندارید؟ به این خاصیت و به این قابلیت توی فاینال کات اوپن تایملاین گفته میشه. یعنی سیکونس شما و تایملاین شما هر تنظیماتی داشته باشه، هر چیزی که شما واردش بکنید تغییر میکنه تا با اون نسبت تطابق بکنه. دیگه شما نیاز نباشه که همه فایل ها رو کوچیک بکنید یا بزرگ بکنید. همونطور که شما می‌بینید این تصویر 2K الان خیلی کوچیک شده تا به این اندازه تبدیل بشه. ما اگر روش دابل کلیک بکنیم و بیایم توی موشن، می‌بینیم که 37.02 100 درصد بکنیمش، تصویر ما به این بزرگیه. از قاب پال ما خیلی بزرگتره. پس برای اینکه این قابلیت رو توی تایملاین داشته باشیم، یا در واقع همون اوپن تایملاین رو داشته باشیم، میتونیم بریم توی منوی فاینال کات، یوزر پریفرنسز، ادیتینگ، تب دوم بعد از جنرال، و این always scale clips to sequence size رو روشن بکنیم. اگر این عنوان خاموش باشه که من الان خاموشش میکنم، و به طور مثال من همین تصویری که خیلی کوچیک بود 320 در 240 بود رو یک بار دیگه وارد تایملاینم بکنم، شما میبینید که الان با اندازه واقعیش وارد تایملاین میشه که از تایملاین از سیکونس من خیلی کوچیک‌تره. این خاصیت اوپن تایملاین اگر به دردتون میخوره، براتون توی بیشتر مواقع مفیده، روشنش بذارید، به صورت دیفالت روشن هست. و اگر نه، حس میکنید که میخواین فایل هاتون رو خودتون دستی بزرگتر یا کوچکتر بکنید، بیاید از توی بنوی فاینال کات، یوزر پرفرنسز، ادیت، این عنوان رو خاموش بکنید همونطور که الان خاموش هست.